بسم الله الرحمن الرحیم. بارد سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز بیننده. امیدوارم که شاد و سر حال باشین و همچنان لباس عافیت بر تن داشته باشین. در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم با تقدیم یکی دیگر از برنامه‌های گیتنما و معرفی یکی دیگر از کشورهای جهان در این برنامه. در این برنامه می‌خوایم که کشوری به نام زیمبابوه، یکی از کشورهای آفریقایی را برای شما به معرفی بگیریم. کشور زیمبابوه در قاره آفریقا هست و پیش از اینکه بخش نخست برنامه را که جغرافیای طبیعی کشور زیمبابوه است تقدیم شما عزیزان بشه، سلام دارم خدمت آقای هاشمی. علیک سلام آقای توسلی عزیز، امیدوارم که صحتمند باشین و ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون استقلال. برنامه گیتنما امیدوارم که صحتمند باشه و شرخ روزگار به مراد دلشون بشرخه. در رابطه با کشور زیمبابوه که یک تلفظ سخت هم داره صحبت میکنیم. خب صحبت بکنین آقای هاشمی از جغرافیای طبیعی کشور آفریقایی که شما تلفظشون هم گفتین که سخت است. در واقع هم سخت است. بله، زیمبابوه در آفریقا موقعیت داره و مرز مشترک با آفریقای جنوبی و بوتسوانا اگر اشتباه نکنم داره و همچنین از طرف غرب با زامبیا و از شرق با موزامبیک مرز مشترک داره و در حدود 400 هزار یا کمتر از 400 هزار کیلومتر مربع مساحت داره کشور. آب و هوایش نسبت به جغرافیایش، چون جغرافیای متفاوت را داره، پستی و بلندی داره، دریا در اینجا هست، جنگلات وجود داره و به همین لحاظ یک آب و هوای بسیار خوب را هم داره در بین کشورهای آفریقایی و کشورهای دنیا. یک کشور با طبیعت دلپذیر هست. بله، و شهرهای مختلف در این کشور خلاصه دارای شهرت جهانی و ملی داره که یکی از اون شهرها پایتخت کشور شهر حراره است. حالا گفته شده که با هی جمی همچنان میتونیم تلفظ کنیم، همچنان با هی دوچشمه یا گرد حراره و حراره هم میتونه تلفظ شود. بله. شهر اینمی حراره یکی از شهرهای مهم کشور زیمبابوه است که پایتختش هم هست و یکی از شهرهای مشهورش هم شمرده میشه. یکی شهرهای دیگرش بولاوایو است که حدوداً 81 هزار کیلومتر مربع مساحت داره و یکی از شهرهای پرجمعیت کشور زیمبابوه است که حدوداً 600 هزار نفر در کشور، در این شهر البته، زندگی میکنه و این شهر هم یکی از شهرهای مشهور زیمبابوه شمرده میشه. بله. خب دوستان عزیز، بسته معلوماتی داریم و جغرافیای طبیعی کشور زیمبابوه در این بسته معلوماتی به معرفی کامل گرفته میشه. جغرافیای طبیعی کشور زیمبابوه. کشور زیمبابوه از بخش جنوبی با آفریقای جنوبی همسایه است و از جنوب غربی نیز با بوتسوانا مرز مشترک دارد. این کشور به طور کلی از بخش غرب با زامبیا و از بخش شرقی با موزامبیک هم مرز است. مساحت کشور زیمبابوه به 390,580 کیلومتر مربع می رسد، به طوری که مشخصات جغرافیایی در این کشور 20 درجه جنوبی را شکل می دهد و 30 درجه شرقی را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. کشور زیمبابوه هیچ نوع خط ساحلی ندارد. یکی از دیدنهای عجیب در کشور زیمبابوه آبشار ویکتوریا است که زیبایی اون به کل دنیا ثابت شده است. اگر به مرکز کشور زیمبابوه دقت نمایید، رشته کوه های ولت دیده می شود که بین 1200 الی 1500 متر ارتفاع دارد. رودهای مهم در کشور زیمبابوه دیده می شود و به طور کلی آب و هوای این کشور در زمین های پست استوایی بسیار دلانگیز است. این کشور در ارتفاعات نیمه استوایی بسیار عالی است. از ماه جون تا سپتامبر کشور زیمبابوه فصل خنک و مشخص محسوب می شود. حراره پایتخت کشور زیمبابوه است. این شهر زیبا در شمال خاوری کشور زیمبابوه قرار دارد و دقیقاً در سرزمین به نام ماشونلند قرار گرفته است. حراره یک کلان شهر محسوب شود و به طور کلی جمعیت زیاد را در خود جای داده است. این شهر در ارتفاع 1483 متری از سطح دریا قرار دارد. خب
خب دوستان عزیز، شما بسای معلوماتی در مورد جغرافیای طبیعی کشور زیمبابوه را دیدین و با شهرها و همچنان با جغرافیای طبیعی کشور آشنا شدین. حال هم از جغرافیای انسانی کشور زیمبابوه صحبت میکنیم که ببینیم چقدر جمعیت داره و مشخصات فرهنگی مردم کشور چگونه هست. صحبت بکنین آقای هاشمی که چقدر جمعیت داره کشور زیمبابوه. کشور زیمبابوه در حدود 15 میلیون نفر جمعیتش هست و 32.2 نفر در هر کیلومتر مربع تراکم نفوس کشور هست و در حدود 71% از جمعیت کشور قومی بومی به نام بانتوهای شونا تشکیل میده که یکی از قومهای بومی و اصلی کشور هست و 40% مردم کشور زیمبابوه پیرو باورهای سنتی و قبیله‌ای هست و همچنین 65% اونها در روستاها زندگی میکنه و زبان رسمی کشور هم انگلیسی هست و وجه تسمیه کشور به نام زیمبابوه هم به این خاطر هست که در زبان بومی شونا که ما قومهای بومی را هم بانتوها نام گرفتیم به نام زیمبابوه به معنی خانه کت خداها خلاصه به حساب میاد یا که گفته میشه زیمبابوه و به همین خاطر هم این کشور زیمبابوه نامگذاری کرده و در قدیم هم فکر کنم جاهای افسانه‌ای هم در اینجا بوده، بعضی ها میگه که گنج حضرت سلیمان هم در همین کشور وجود داره، به همین خاطر شاید نامگذاری شده باشه. شما از جمعیت و نمیفهم امید به زندگی و از موضوعات دیگه مردم زیمبابوه صحبت کردین، اما از این که مردمشان چگونه یک فرهنگ هایی داره، رسم و رسومی داره، حالا هر کشور مردم هر کشوری رسم و رسوم مختلف داره، عنعنات مختلف داره، چون در هر کشوری مردم متفاوت زندگی میکنن، نژادهای متفاوت مختلف زندگی میکنن، در این کشور هم جامعهشان یا مردمشان رسم و رواج های جالب دارن. البته میتونه در دیگر کشورها هم باشه، مثلا گفته که اینجا مردمشان وقتی همدیگر با دوست و آشنا، یعنی یک کسی که با دوست و آشناش خلاصه روبرو میشه و با هم خلاصه ارتباط برقرار میکنن، بعد از مدت ها همدیگر رو میبینن، دست همدیگر رو میبوسن به اصطلاح. این میتونه یکی از نقاط مشترک فرهنگی در کشورهای دیگه هم باشن. البته در کشورهای دیگه بیشتر دست بزرگان رو میبوسن. بله. اما در این کشور شاید خاص‌تر باشه. بله، در بین جوانان بیشتر این موضوع رایجه که جوانا وقتی همدیگر رو میبینن و دوست آشنای همدیگر میبینن، این گونه رسم احترامشان همین گونه است که دست همدیگر میبوسن. و موضوع مهمی دیگه ای که در جامعه مردم زیمبابوه هست است که عروسی خود به شکل کامل برگزار میکنه، یعنی با مصرف خلاصه با مصارف زیاد، یعنی پول زیاد را بله پول زیاد را برای اینکه عروسیشون رو برگزار بکنه و از این مراسم تجلیل بکنه خلاصه مصرف میکنه. یکی از خلاصه نکته های مهم در بین جامعه مردم زیمبابوه میتونه باشه. بله. خب دوستان عزیز، بسته معلوماتی آماده است و در مورد جغرافی انسانی کشور زیمبابوه برای شما معلومات میده. جغرافیای انسانی زیمبابوه. جمعیت زیمبابوه حدود 15 میلیون نفر و تراکم نسبی اون 32.2 نفر در کیلومتر مربع است. رشد سالانه جمعیت این کشور 0.7% است و بانتوهای شونا 71% از جمعیت اون کشور را تشکیل می دهند. حدود 40.5% از مردم اون پیرو باورهای قبیله‌ای و سنتی هستند. 65% از آنان در روستاها به سر میبرند و زبان رسمی آنان انگلیسی است. وجه تسمیه زیمبابوه که در زبان بومیان شونا به معنای خانه کت خداست، نام ویرانه های بزرگ است که در جنوب کشور قرار دارد و بنابر افسانه ها محل گنج های حضرت سلیمان بوده است. امید به زندگی برای مردان 38.35 سال و برای زنان 40 سال می باشد. یکی از چالش های اصلی در برابر مردم این کشور بیماری ایدز است که سالانه جان هزاران نفر را می گیرد.
طبق آمارهای موجود 24.6% از مردم زیمبابوه به این بیماری مبتلا هستند. فقر و بیکاری سبب شده است که جوانان این کشور دست به مهاجرت بزنند و برای کار به کشورهای دیگر جهان مسافرت نمایند. طبق آمارهای منتشر شده بیش از 3 میلیون از جمعیت جوان کشور راه مهاجرت در پیش گرفتند. رسم و رسومات سنتی در کشور زیمبابوه هنوز پا بر جا است. مردم این کشور به محض برخورد با دوست و آشنا دست وی را می بوسند، به طوری که این سنت بیشتر در جوانان دیده می شود. سیاه پوستان در این کشور به طور کلی شرایط مشخصی دارند. هر شخص سعی می کند که مراسم ازدواج خود را کامل برگزار نماید و در این زمینه هزینه زیاد شکل داده است. مشخص است که فرهنگ این کشور می تواند یکی از بهترین اصول را شکل دهد. در فضای موجود فرهنگ سازی این کشور ردبندی های درستی داشته است. همچنان اصول فرهنگی در این کشور می تواند شانس پذیرش را چند برابری کند. در دوره های مشخص این کشور فرهنگ سازی خاص را شکل داده است. اصول فرهنگی در این کشور به شکل است که شخص می بایست بررسی های درستی داشته باشد. این کشور به طور کل در فرهنگ شهرنشینی به صورت حرفه‌ای ظاهر شده است. مردم کشور زیمبابوه در لیست مردمی قرار دارند که اصول حرفه‌ای را به صورت خاص پیش می‌برند. مثلا زندگی در روستاهای این کشور سخت است و بهتر است که مسیر درستی در این راستا صورت گیرد. هر یک از روستاهای این کشور ردبندی‌های مختلفی دارد. کسانی که در روستا زندگی می‌کنند اغلب در لیست افراد قرار می‌گیرند که مسیر روستایی را به نحو احسن پیش بردند. روستایی ها در این کشور رشد اقتصادی را نیز به صورت حرفه‌ای در نظر می گیرند. دوستان عزیز، به ادامه برنامه گیتنما خوش آمدید. معرفی کشور زیمبابوه از کشورهای آفریقایی است. در بخش‌های قبلی با جغرافیای انسانی و طبیعی کشور زیمبابوه آشنا شدیم. در این بخش از تاریخ کشور صحبت می‌کنیم که در تاریخ کشور چه رویدادهای اتفاق افتاده و تا رسیده به زیمبابوه امروزی. صحبت بکنه آقای هاشمی که تاریخ کشور زیمبابوه دارای چه رویدادهایی بوده؟ تاریخ کشور زیمبابوه یک تاریخ بسیار پیچیده هست. مورد تهاجم شکارچیان، مبلغان مذهبی سفیدپوستان اروپایی قرار گرفته و در برهه های مختلف بیشتر تحت اشغال یا به سلطه سفیدپوستان انگلیسی بوده و این مردم اختیار از خود نداشتن، یعنی گاهی وقتا از اینا بهره برداری سیاسی یا برای کار برای شرکت ها از این مردم استفاده میشد. تا اینکه خلاصه بعد از پیشوخمهای زیاد در سال 1980 زیمبابوه استقلال خود را به دست میاره توسط یک رهبری که رهبرش نامش موگابه هست و این نخست وزیر میشه و استقلال کشور در سال 1980 به دست میاره. و بعد از استقلال هم درگیری های داخلی در این کشور وجود داشته و یک کشور با تاریخ یک کشور با تاریخ بسیار پر فرازنشیب بوده. همچنان که شما صحبت کردین کشور زیمبابوه دارای رویدادهای زیاد در تاریخ خود بوده، اتفاقات مهمی در تاریخ کشور اتفاق افتاده. مثلا چندین بار مورد استعمار انگلیس هم اگر اشتباه نکنم قرار گرفته و در برهه‌ای از زمانها یا تاریخ خود خلاصه تحت تحریم کشورهای غربی بخصوص آمریکا و بریتانیا قرار گرفته. حالا اختلافاتی که با این کشورها داشته، اونا هم با فشار تحریم این کشور را زیر فشار قرار داده و تحریم بر اینا وضع کرده که حال هم سیاست‌های کشورهای اروپایی از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا همین است. کشورهایی که بر علیه منافعشان صحبت بکنه یا منافعشان رزرو بکنه تحریم وضع میکنه، تحریم اقتصادی. یکی از کشورهایی که مورد تحریم آمریکا و اروپا قرار گرفته کشور زیمبابوه از کشورهای آفریقایی است که معمولاً کشور فقیر بوده در قدیم، اما ظرفیت ایر داره که به کشورهای خلاصه با اقتصاد قوی تبدیل شده که ما در بخش اقتصاد در اون مورد صحبت میکنیم. اما در سال 1980 که شما اشاره کردین اقتصاد خود استقلال خود گرفته توسط رابرت موگابه، یکی از خلاصه مقام‌های ارشد سیاسی کشور، حالا نخست وزیر بوده و نام کشور هم در قدیم زیمبابوه نبوده، رودزیای شمالی و رودزیای جنوبی بوده، حالا کشور دیگیش نامش دقیقا یادم نیست، مولاوی و یا موزامبیک احتمالاً
موزامبیک بودن. موزامبیک و زیمبابوه و مالاوی سه کشور با هم یک اتحادیه تشکیل داده بوده بعد از سال 1980. حالا پیش از او این اتحادیه از هم میپاشه و هر کدامشان به عنوان کشورهای جداگانه استقلال خود اعلام میکنه، اما در سال 1980 رسما استقلال خود اعلام میکنه و نامش هم از رودزیا به نام کشور زیمبابوه تغییر میکنه که از او به بعد کم کم رو به ثبات میرسه تا اینکه با تحریم های کشورهای اروپا و اتحادیه اروپا و همچنان آمریکا روبرو میشه و در چند سال گذشته احتمالاً تحریم ها رفع شد، تازه کم کم رو به ثبات میرسه، ثبات سیاسی. خب دوستان عزیز، بسته معلوماتی آماده است که در مورد تاریخ کشور زیمبابوه برای شما معلومات میده. تاریخ کشور زیمبابوه از دهه 1830 این منطقه را شکارچیان، مبلغان مذهبی و جویندگان معدن بریتانیایی و بوئرها مورد نفوذ قرار دادند. در همین دهه این منطقه به اشغال شرکت آفریقای جنوبی بریتانیا سسیل رودس درآمد. ارتفاعات ناحیه‌ای که بعدها رودزیای جنوبی خوانده شد به اسکان کشاورزان سفیدپوستی درآمد که آفریقایی‌ها را از زمین محروم و آنان را به نیروی کار ارزان تبدیل کردند. در سال 1923 بریتانیا اداره این سرزمین را از شرکت تحویل گرفت و به مهاجران سفیدپوست خودگردانی اعطا کرد. پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت از بریتانیا و آفریقای جنوبی افزایش یافت. تبعیض نژادی موجب تحریک ملی‌گرایی آفریقایی در آغاز به رهبری جاشوا نکومو زاده سال 1917 شد. در سال 1953 رودزیای جنوبی با رودزیای شمالی و مالاوی فدراسیون آفریقای مرکزی را تشکیل دادند. زمانی که در سال 1963 این فدراسیون منحل شد، بریتانیا از اعطای استقلال به گردانند گان سفید بوست رودزیای جنوبی بدون پیشرفت به سوی حکومت اکثریت سر باز داد. در 1965 حکومت سفید بوستان به رهبری یان اسمیت به طور یک جانبه اعلام استقلال کرد و نام کشور را به رودزیا تغییر داد. مخالفت داخلی سرکوب بر تحریک های اقتصادی بین المللی غلبه شد، ولی جنگ های چریکی از سوی ملی‌گرایان آفریقایی در دهه 1970 به طور روزافزونی مؤثر افتاد. در سال 1979 اسمیت مجبور به قبول حکومت اکثریت شد، ولی قانون اساسی که ارائه کرد نه برای اتحاد خلق آفریقای زیمبابوه به رهبری جاشوا نکومو و نه برای اتحاد ملی آفریقای زیمبابوه به رهبری رابرت موگابه قابل قبول بود. کلیه طرفین به منظور دستیابی به حل و فصل امور با برقراری مجدد و کوتاه مدت حکومت بریتانیا موافقت کردند. در سال 1980 اتحاد ملی آفریقای زیمبابوه به رهبری موگابه به عنوان نخست وزیر کشور را به استقلال رساند و نام آن را از رودزیا به زیمبابوه تغییر داد. در اولین انتخابات پارلمانی در زیمبابوه که کوتاه مدتی پس از کسب استقلال برگزار شد، حزب اتحاد ملی آفریقای زیمبابوه به رهبری رابرت موگابه توانست با به دست آوردن اکثریت آرا قدرت را در دست گیرد. نتیجه انتخابات باعث شورش برخی اقلیت‌های قومی شد. دولت موگابه سعی کرد آنان را سرکوب کند، اما این کار به جنگ داخلی خونین انجامید و سرانجام با توافق بین دولت و مخالفان و تشکیل حزب زانو پی اف پایان یافت. در سال 1987 دو حزب زانو و زاپو با ادغام موافقت کردند و عملاً حکومت تک حزبی را برقرار ساختند. هرچند پیشنهاد ایجاد نظام تک حزبی رسمی موفق شده است، با این تغییر در قانون اساسی موگابه رئیس جمهور زیمبابوه شد.
برنامه گتنوماست و معرفه کشور زیمبابوه، یکی از کشورهای آفریقایی. ما در بخش قبلی از تاریخ کشور صحبت کردیم، حال هم نوبت میرسه به اقتصاد کشور که اقتصادشان چقدر توسعه پیدا کرده یا از کشورهای فقیر آفریقا و جهان به شمار میرسه. صحبت بکنین آقای هاشمی که اقتصاد کشور چقدر توسعه پیدا کرده و از کشورهای فقیر است و یا توسعه از کشورهای با اقتصاد قوی. البته اقتصاد کشور اقتصاد خوب نیست، مردم در فقر زندگی میکنه، در حدود 400 هزار نفر نیروی کار داره کشور و 80% مردم گفته بیکار هست و نرخ بیکاری 80% هست در کشور و همچنین 67% مردم گفته زیر خط فقر زندگی میکنه که واقعا اقتصاد خوب را نداره و فقیر هست و صادرات کشور بیشتر به کشاورزی برمیگرده، از جمله تنباکو و الیاش های آهن و دیگر موارد و همچنین واردات کشور بیشتر ماشین‌آلات و انرژی و چیزهای مدرن هست. این کشور همچنان که شما اشاره کردین حالا وابسته به کشاورزی هست، مردمشان هم فقیره و آمارهایی که شما اشاره کردین نشان میده که اقتصادشان خیلی قوی نیست و یکی از کشورهای فقیر جهان و همچنان آفریقا به شمار میره. اما ظرفیت داره که به کشوری با اقتصاد قوی تبدیل شود. معادن بسیار بزرگ الماس را در خود جای داده که نام چندین معدن الماس اینجا نامشان آمده: معدن الماس مارانج، امبادا، انجین، دایموند ماینینگ کورپوریشن، حالا نامای انگلیسیشون هست. 3 معدن الماس مستقر در منطقه مارانج سالانه بیش از 2 میلیارد دلار آمریکا برای این کشور درآمد میتونه داشته باشه. یعنی اگر اینا این کشور از معدن خود به گونه خوب استفاده بکنه و سیاست خوب را پیاده بکنه، میتونه از معادن خود یک درآمد خوبی داشته باشه، به اقتصاد خود توسعه بده که این معادن الماسشان بهترین راه درآمد برای قوی ساختن اقتصادشان میتونه باشه. یعنی میتونه از زمره کشورهای فقیر بیرون بیایه و اقتصاد خود توسعه بده و مردمشان را از فقر و گرسنگی و بیکاری، از تورم و از آماره که بتانه کشور را از فقر نجات بده، خود در بین کشورهای با اقتصاد قوی جا بدن به اصطلاح. بله. خب دوستان عزیز، بسته معلوماتی داریم در مورد اقتصاد کشور زیمبابوه معلومات میده. اقتصاد کشور زیمبابوه: تولید ناخالص داخلی این کشور 186.6 میلیارد دلار است. رشد تولید ناخالص داخلی آن در سال 2007 میلادی منفی بود. 3,998,000 نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند و نرخ بیکاری در آن 80% است. 68% مردم زیمبابوه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ تورم آن بیش از 100,000% است. محصولات صادراتی این کشور شامل پلاتینیوم، پنبه، تنباکو، طلا، آلیاژهای آهن و منسوجات است که به کشورهای آفریقای جنوبی 24.8%، جمهوری دموکراتیک کنگو 17.6%، بوتسوانا 15.7% و ایالات متحده 10.4% صادر می شود. محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات کارخانه‌ای، مواد دارویی و سوخت است که از کشورهای آفریقای جنوبی 40.8%، زامبیا 29.6% و ایالات متحده 4.9% وارد می شود. در طی سالهای 2002 تا 2006 ارزش پول این کشور از هر 300 واحد 1 دلار به 1,400,000 واحد به 1 دلار رسید. نام پول رایج در کشور زیمبابوه دلار است و در زبان عامه به آن زیم دلار میگویند. با اینکه در ماه آگوست سال 2006 دولت 3-0 را از جلوی دلار برداشت تا مردم در حمل و نقل آن راحت تر باشند و دولت بتواند جلوی نزول ناباورانه زیم دلار را در مقابل دلار آمریکا بگیرد، اما مردم به این امر توجهی نکردند و اعداد و ارقام را مانند گذشته میدانند. در ماه اکتبر نرخ ارز به 1000 واحد به 1 دلار رسید که از نظر مردم همان 1,200,000 واحد به 1 دلار است.
وضعیت فعلی زیمبابوه در پی بیرون کردن کشاورزان انگلیسی از زیمبابوه به وجود آمد. در حدود سال 1965 هر دو دلار آمریکا در زیمبابوه به یک دلار زیمبابوه خرید و فروش می‌شد. قیمت‌ها در زیمبابوه در یک سال گذشته بیش از 100 هزار برابر افزایش یافته است و نرخ تورم در زیمبابوه 11 میلیون و 200 هزار درصد است. حدود 12 سال است که آمریکا و کشورهای غربی تحریم‌های را علیه زیمبابوه وضع کردند. این تحریم ها سبب فرسایش و تضعیف تدریجی اقتصاد این کشور شده است. معدن الماس مارانج، امبادا، آنجین و دیمون مینین کورپوریشن در منطقه چیوادزوهای زیمبابوه قرار دارند. سه معدن الماس مستقر در منطقه مارانج سالانه بیش از 2 میلیارد دلار آمریکا برای این کشور درآمد دارد. انسداد سیاسی باعث زمینگیر شدن اقتصاد زیمبابوه شده است و بیش از 3 میلیون از جمعیت جوان کشور راه مهاجرت در پیش گرفتند. دوستان عزیز، بسته معلوماتی در مورد اقتصاد کشور زیمبابوه را با هم دیدیم. حال نوبت رسیده به یکی جاهای دیدنی کشور زیمبابوه را به معرفی بگیریم. جاهای زیادی داره که از جمله از اون ما دو تار به معرفی میگیریم و دیگرهایشان شما هم در بسته معلوماتی خواهید دید. خب صحبت بکنین از جاهای دیدنی کشور زیمبابوه. جاهای دیدنی زیادی میتونه داشته باشه با توجه به جغرافیای طبیعی که ما تعریف کردیم از این کشور، و ما میخوایم در رابطه با پارک ماناپولز صحبت بکنیم. یک پارک ملی و یک جای بسیار ناب و بکر طبیعی هست و گفته شده ثبت یونسکو هم شده به خاطر طبیعت بی‌نظیر که داره و حیات وحشی بی‌نظیر که داره. انواع حیوانات وحشی در این پارک دیدن میشه، انواع حشرات، تمساح‌ها، و یک جای خلاصه طبیعی بسیار جذاب و دیدنی هست و گردشگران زیادی هم به اینجا سر میزنه از داخل و خارج زیمبابوه، و یک جای دیدنی هست. بله، یک از جاهای دیدنی دیگر کشور زیمبابوه دریاچه کاریبا هست که در سال 1959 ساخته شده. گفته شده که دریاچه کاریبا بزرگترین دریاچه جهانه که ساخته شده. 220 کیلومتر هم مساحت داره، 40 کیلومتر هم طول. در طول اینمی دریاچه کاریبا چندین غرفه هم هست که خلاصه برای کسایی که از این دریاچه دیدن میکنن خدمات ارائه میکنه به اصطلاح. خب گفته که راه سنتی برای کاوش و تحقیق است و اینجا ماهی ها وجود داره. خلاصه ماهیگیری یک زمینه بسیار خوب برای ماهیگیری است و میتونه برای که کسایی که تحقیق بکنه در مورد انواع ماهی ها و نمیفهم برای کار تحقیقاتی همی دریاچه بسیار میتونه یک فضای مناسب باشه. خب دوستان عزیز، بسته معلوماتی آماده است که جاهای دیدنی کشور زیمبابوه را معرفی میکنه و با هم این بسته معلوماتی را میبینیم. دیدنی های کشور زیمبابوه. پارک ملی ماناپولز، استخر مانا. پارک ملی ماناپولز در شمال کشور زیمبابوه قرار دارد و یکی از مناطق مهم طبیعی زیمبابوه است. این مکان به عنوان یک میراث جهانی یونسکو به خاطر حیات وحش بی‌نظیران که شامل حیوانات چون فیل، بوفالو، پلنگ و یوز پلنگ شناخته شده است. استخرهای مانا نیز یکی از پناهگاه های حیات وحش مبتنی بر آب است که جمعیت زیادی از تمساح و حشرات را دارد. آنها در 4 استخر زندگی میکنند که نام آن را پارک مینامند. هر کدام از آنها توسط رودخانه زامبی ایجاد شده است تا اینکه مسیر خود را به سمت شمال حرکت دهد. بزرگترین آنها حدود 3.7 مایل طول دارد و منابع ارزشمند از آب را حتی در اوج فصل خشک فراهم میکند. فراوانی آب باعث میشود این پارک یک نقطه اصلی برای پرنده ها باشد. دریاچه کاریبا.
در شمال شرقی آبشار ویکتوریا رودخانه زامبی به دریاچه کاریبه می ریزد. این دریاچه پس از ساخت سد کاریبا در سال 1959 ساخته شده است. دریاچه کاریبا بزرگترین دریاچه ساخته شده در جهان است با بیش از 220 کیلومتر مساحت و 40 کیلومتر طول. چندین غرفه در امتداد ساحل دریاچه وجود دارد، اما راه سنتی برای کاوش در قایق است. کاریبا به عنوان یکی از بهترین مکانهای جهان شناخته شده است و انواع ماهی در آن برای ماهیگیری وجود دارد. شاید پرطرفدارترین منطقه حیات وحش پارک ملی ماتاسودانا واقع در ساحل جنوبی کاریبا باشد. پارک ملی هونانگ. پارک ملی هونانگ واقع در غرب کشور زیمبابوه در مرز با کشور بوتسوانا است. قدیمی ترین و بزرگترین ذخایر حیات وحش کشور زیمبابوه است. این پارک منطقه گسترده را در حدود 14650 کیلومتر مربع پوشش می‌دهد و یک پناهگاه برای بیش از 100 گونه از پستانداران از جمله بیگ 5، 5 حیوان بزرگ است. این پارک همچنان دارای برخی از سریع‌ترین حیوانات آفریقایی مانند سگ‌های وحشی آفریقایی، قهوه‌ای و همچنان کرگدن‌های سیاه می‌باشد. ممنون و سپاسگزار شما خوبان عزیزان هستیم که برنامه گیتونوما این هفته را دنبال کردین و ما را همراهی کردین. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. برای تک تک شما عزیزان بیننده آرزوی سلامتی و صحتمندی دارم تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم و یکی دیگر از کشورهای جهان را برای شما به معرفی میگیریم. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.